دوستان سلام، من علی محمدی نصرآبادی هستم. امروز قراره راجع به روم صحبت کنیم. حالا قبل از اینکه شروع کنیم من یه اعترافی بکنم. من خودم هیچ وقت با SPI SQLite حال نکردم، یعنی هیچ وقت توی پروژه از کار کردن باش لذت نبردم. حالا به خاطر کلی کد که باید بنویسم، دوباره از اون ور کلی ران تایم اکسپشن که باید هندل بکنیم، دوباره باز اپ کرش میکنه، سر آپدیت های دیتابیس مشکل داریم و کلی مشکل دیگه که حالا روم اومده تقریبا داره اینا رو برای ما حل میکنه. اول راجع به خود ORM بگم که ORM یه تکنیکیه که ما دیتا رو تبدیل میکنیم به آبجکت ها توی زبانه آبجکت اورینتد مثل جاوا. اونا رو تبدیل میکنیم به آبجکت های جاوا تا راحت تر بتونیم ازش استفاده کنیم. ORM های مختلفی هست، ما خودمون این تکنیک رو حتی وقتی داریم با SQLite کار میکنیم داریم پیاده میکنیم. کرسر رو میگیریم، اطلاعاتمون رو تبدیل میکنیم به دیتا های جاوا و بعدش ازش استفاده میکنیم. حالا از این که بگذاریم، روم عضو یه مجموعه هست به نام Architecture Component. این مجموعه یه مجموعه لایبرریه برای راحت تر کار کردن با اندروید. اگه بخوایم صحبت‌های امروزمو دسته‌بندی کنم، یه مقدار خیلی کوچیک راجع به Architecture Component صحبت می‌کنم، بیشتر صحبتم راجع به رومه و آخر سرم ORM هایی که خودم باهاشون کار کردم و یه مقایسه کوچیکی میکنم که ببینیم کدومش کجا به کارمون میاد. Architecture Components یه مجموعه لایبرریه که از اونا توی اپ اندروید استفاده میکنیم. بیشتر اون کارهایی که خودمون انجام میدادیم، اون تکنیکایی که توی پروژه دستی مینوشتیم و اومده تبدیل کرده به لایبرری گوگل و اونا رو در اختیار ما گذاشته که هدفش هم بیشتر مینتینبل بودن و تستبل تر شدن اپ هامونه. یعنی کلن این مجموعه رو با این هدف گوگل توسعه داده که حالا لایف سایکل هست، لایف دیتا هست، ویو مدل، روم و پیجین که هنوز در واقع استبل نشده. حالا من راجع به همه اینا نمیخوام صحبت کنم. مثلا لایف دیتا یه سولوشنی مثل آریکس جاوا برای ریاکتیو پروگرامینگ که یه ریاکتیو استریمی رو در اختیار ما قرار میده. مهمترین ویژگی جالبی که این کامپوننت ها دارن اینه که همشون تقریبا با اندروید و فریمورک اندروید خیلی سازگارن و این خیلی به ما کمک میکنه تو گل زده. مثلا ما برای ریاکتیو پروگرامینگ اغلب ما از آریکس جاوا استفاده میکنیم و یه ابزار خیلی قدرتمنده، خیلی کمکمون میکنه. اما وقتی از آریکس داریم استفاده میکنیم، میایم سابسکرایب میکنیم و ازش اطلاعات رو میگیریم. اگر اکتیویتی ما بره توی آنستاب، اکتیویتی دیگه نباشه و دیگه نیاز به اطلاعات نداشته باشه، موقع باید بیایم دیسپوزبلمون رو دیسپوز کنیم تا مموری لیک نداشته باشه. اما کاری که مثلا لایف دیتا انجام میده، لایف سایکل اویر هست اصطلاحاً، یعنی از لایف سایکل اپلیکیشن شما خبر داره و به محض اینکه اکتیویتی آن استاپ میره داخل آن استاپ و استاپ میشه، دیگه نیازی به دیتا نداره، دیگه خودش دیتا ها رو نمیفرسته. و بقیه این مجموعه که تقریبا یه جورایی سولوشن های مشابهش آلترناتیواش هستن، اما کار کردن با اینا تو اندروید یه خود راحت تر است. خب خود روم یه قسمتی از این مجموعه لایبرری هست که برای کار کردن با دیتابیسه، یعنی یه در واقع یه ابستراکشن لیر هستش روی SQLite، یه ORMیه که کار کردن با SQLite رو برای ما رو خیلی راحت تر میکنه. برای اینکه حالا بخوایم راجع به روم صحبت کنیم، کلن سه تا مفهوم اصلی داخل روم هست که بقیه چیزایی که بخوایم راجبش صحبت کنیم حول این سه تا محور میچرخه. یکیش انتیتی هستش که همون تیبلای ما هستن تو دیتابیس. دومی داو هست یا دیتا اکسس آبجکت هامون که توسط اینا میتونیم کوئری بزنیم به اپریشن هایی که میخوایم رو اسکیولات انجام بدیم و
توسط دعوا انجام میدیم و سومی هم دیتابیسه. خب راجع به خود انتیتی اگر بخوایم صحبت کنیم، انتیتی یک کلاسه، یک کلاس جاواست با انوتیشن انتیتی مشخص میشه و حالا بقیه فیلدهایی که مثلا توی دیتابیس داریم رو دونه دونه تعریف میکنیم و اینا هر کدوم از این فیلدهایی که اینجا تعریف میکنیم میشه یه دونه از فیلدهای دیتابیسمون. حالا یه چند تا چیز داریم اینجا، مثلا کاری که دیفالت خود روم انجام میده، مثلا میخواد گفتیم هر کدوم از اینا یکی از کالونای دیتابیسمون، میاد مثلا نیمو میگیره، همین اسمی که ما اینجا برایش انتخاب کردیم رو میگیره و میذاره روی اسم کالون دیتابیسمون. مثلا اینجا اگر نگاه کنیم ما یه تیبل پروداکت داریم با این فیلدهایی که اینجا مشخص شده، این کالونا اینا میشن کالونای دیتابیس. حالا این پرانتز بالا که داخل انوتیشن انتیتی من اسم تیبل نیم نوشتم و مقدارش رو پروداکت دادم، ضروری نیست که مثلا اینو نذاریم. روم میاد چیکار میکنه؟ میاد همین پروداکتی که اسم کلاس هم هست رو به عنوان اسم دیتابیس در نظر میگیره، اسم اون تیبلمون. الان این پروداکت یکی از تیبلای ما، ولی اگر ما تیبل نیم رو بالا براش مشخص کنیم، این اسمی که اون بالاست رو برای ما در نظر میگیره به عنوان اسم تیبل. اینجا من توی تیبل پروداکتم یه دونه آیدی مشخصی هم، یه نیم و یه پرایس، یه دونه هم بیتمپ پیکچر مثلا اون پروداکت همون. حالا اینجا یه چند تا چیز اضافی داریم. اول واسه اینتر ام آیدی، اینجا چون من اون انوتیشن کالوم اینفو رو بهش اضافه کردم، نمیاد ام آیدی رو بذاره به عنوان اسم کالوم من. اون اسمی که اینجا من براش مشخص کردم رو بذاره به عنوان اسم کالومی که توی تیبل هم دارم و یه کالوم دیگه به نام نیم دارم، پرایس دارم. و حالا پیکچر رو یه بیت مپ داریم اینجا. پیکچر رو من با ایگنور مشخصش کردم. ایگنور کاری که میکنه، شما اگر بخواید فیلدها اینجا داشته باشین که تو کلاس جاواتون استفاده کنین اما توی تیبلتون ذخیره نشه، با ایگنور مشخصش میکنه با اتیگنور. و یه پرایمری کی، اون آیدی من پرایمری کی در نظر گرفتم، جزو کلیدهای اصلی تیبل هم میشه و اوتو جنریتش کردم. اگه بخوایم فیلی رو مثل آیدی رو اوتو اینکریمنت بکنیم، اون اوتو جنریت رو داخلش تورو میذاریم. برای اینکه روم به فیلدهای ما دسترسی داشته باشه، دسترسی هاشو یا باید حتما پابلیک تعریف کنیم دسترسی هر کدوم از فیلدهای کلاسمون رو، یا اگر پابلیک تعریف نمی کنیم باید سترهای پابلیک داشته باشن که میتونه کانستراکتور باشه یا واسه هر کدومش یه ستر پابلیک تعریف کنیم. و یه کار دیگه که روم ساپورت میکنه و میتونیم باش انجام بدیم اینه که توی کانستراکتورمون میتونه همه ورودی‌ها رو نداشته باشه، یعنی کانستراکتور در واقع ناقص هم داشته باشه، مثلا فقط همین ستا رو بگیره برای ما. این رو هم روم ساپورت میکنه و میتونیم توی انتیتی همون تعریف کنیم. مورد بعدی داو یا دیتا اکسس آبجکت همون. داو همون یا اینترفیس باید باشن یا یه ابسترکت کلاس. حالا بعدا صحبت میکنیم که چه موقع کدومش باشه، اما تو حالت کلی ما اینترفیس در نظر میگیم و اون اینترفیس رو با داو مشخص میکنیم. کاری که روم انجام میده، ما مثلا میایم insert product و update product و delete product رو من اینجا اومدم تعریف کردم و به هر کدومش یه annotation دادم، مثلا برای insert annotation insert دادم، update update و delete delete. روم بعدا موقع کامپایل میاد همه اینا رو کدی که بعد براش نوشته شده همه اینا رو خودش جنریت میکنه و دیگه لازم به نوشتن کوئری های مثلا آپدیت و دیلیت و اینسرت نیست. اما برای اینکه مثلا ما دیتایی رو بگیریم یا کوئری خاصی رو بخوایم بزنیم، از انوتیشن اصل کوئری استفاده میکنیم که این داخل کوئریمون رو می‌نویسیم و اون چیزی که باید برگردونم اونجا میذاریم. مثلا من کل پروداکت هامون رو، کل اطلاعات پروداکت هامون رو میخوام
و کل پروداکت ها رو داخل استیبل هم یه لیستی از پروداکت ها گرفتم. باز هم اون میاد موقع کامپایل تایم کدای مربوط به این گت آل پروداکتس رو خودش جنریت میکنه، ایمپلمنت میکنه و ما میتونیم بعدا ازش استفاده بکنیم. کار دیگه که رو انجام میده برای ادساین کوئری ها، میاد نسبت به اسکیمای تیبل شما، نسبت به اون شمای تیبلتون که مثلا چه کالومنایی داره، چه فیلدایی داره، با چه مشخصاتی، میاد اونا رو این کوئری ها رو نسبت به اون اجرا میکنه، میسنجه ببینه کوئری شما درست هست یا نه. یعنی کامپایل تایم به شما میگه که این کوئری مشکل داره یا نداره. اگر مشکل داشته باشه، مثلا اون سلکت آل فرام پروداکت رو، من اگر پروداکت رو تو اسپلش مشکل داشته باشم یا اشتباه نوشته باشم، روم اینا رو کامپایل تایم به ما میگه و نمیفرسته موقع ران تایم که برنامه بخواد کرش بکنه یا هر مشکل دیگه. حالا اگه بخوام یه سری کوئری پیچیده تر رو ببینیم، توی اون بالای کوئری بالایی من یه آیدی میدم و پروداکتم رو میگیرم و کوئریمون هم به این صورت نوشته میشه که مثلا سلکت آل فرام پروداکت آیدی ایز، اون پارامتر ورودی که میاد رو اینجوری میذاریم دو نقطه آیدی و باز هم روم کدا رو برای ما ایمپلمنت میکنه و ما استفاده میکنیم. حالا اگر که ما مثلا بخوایم یه لیستی از یه سری دیتا رو بدیم و تو کوئریمون از اون لیست استفاده بکنیم، اون موقع چیکار باید بکنیم؟ اون موقع همون پارامتر ورودیمون رو داخل یه دونه پرانتز میذاریم. اینجا من یه لیستی از استرینگ ها دادم که این نیمای پروداکت منه و روم و چیزی که قراره برگردونه اینه که یه لیستی از پروداکت ها برگردونه. مثلا فرض کنید یه فروشگاه مواد غذایی داریم، همبرگر و یه سری مواد غذایی هست، من لیست اینا رو میدم، مثلا همبرگر، سوسیس، فلان فلان، لیست اینا رو با این لیست استرینگ هم میدم. روم میاد به ازای هر کدوم از اینا یه کوئری میسازه، اون کوئری رو اجرا میکنه، لیست میگه، آخر سر یه لیست از کل اون پروداکت هایی که مربوط به اون نیماس رو برمیگردونه به من. حالا چه اتفاقی میفته اگر که ما همه کالومنای دیتابیسمون رو نخواهیم برگردیم؟ مثلا توی موردهای قبلی من همه رو سلکت آل فرام کردم، اما چی میشه مثلا من فقط بخوام نیم و پرایس رو بگیرم؟ اون موقع میام یه دونه کلاس دیگه میسازیم که یه پلین اول جاوا آبجکتی میسازیم که از این استفاده بکنیم و دیتا ها رو توش ذخیره بکنیم. من اینجا فقط میخوام مثلا پرایس و نیم رو بگیرم. اگر که این پرایس و نیمی که من اینجا گذاشتم با فیلد های دیتابیس هم یکی باشه که همه چی اوکی، اما اگر نباشه بعد کالوم اینفو رو بالای هر کدومش اضافه بکنم. الان اینجا هیچ مشکل نداره، پرایس همون دقیقاً اسم کالوم پرایس تیبل منه و نیم هم همینطور. دقت کنید که اینو ما نباید انتیتی ادسا انتیتی بذاریم براش، این فقط یه هولدره که دیتا های ما رو توش نگه داره. و من حالا میام چه کوئری میزنم، سلکت نیم پرایس فرام پروداکت ور آی دی از فلان، و این وقتی اجرا میشه یه نوع پروداکت مین اینفو به من میده، فقط پرایس و نیم داخلش هست. این باعث میشه که لازم نباشه ما موقعی که اطلاعاتی نیاز نداریم الکی بگیریم، کوئریامون سنگین بشه یا کار اضافه، رم اضافه ای بخوایم از گوشه کاربر بگیریم. مورد بعدی که هست، کوئری هایی که ما تعریف میکنیم دو دسته میشن، سینکرونس و ایسینکرونس. دیلیت، آپدیت، اینسرت، کوئری و کوئری هایی که کلن فلویبل یا لایو دیتا برنمیگردن، اینا همه سینکرونس هستن و باید توی بک‌گراند ترید اجرا بشن. اگر ما تو بک‌گراند ترید اجرا نکنیم برنامه کرش میکنه و کرش هم توسط خود روم اتفاق میفته. حالا مورد بعدی ایسینکرونس داو ها هستن. ما میتونیم از لایو دیتا و یه سری اکستنشن های آر ایکس توی کوئریامون استفاده کنیم که مثلا به جای اینکه هر دفعه بریم از دیتابیس اطلاعات رو بگیریم ببینیم اطلاعات آپدیت شده یا نشده،
به دیتابیس بگیم هر وقت اطلاعات تغییر کرد، این اطلاعاتی که من میخوام، هر موقع تغییر کرد خودت به من بگو که چه اطلاعاتی تغییر کرده، که اینو با لایو دیتا میتونیم انجام بدیم یا با فلویبل. از آریکس اگر بخوایم استفاده کنیم کلن سه تاشو میتونیم استفاده کنیم، یکی فلویبله، یکی میبیه و یکی سینگل، که حالا بعدا توضیح میدم که چرا مثلا از خود ابزرویبل نمیتونیم استفاده بکنیم. و اینا ایسینکرونس هستن. کاری اتفاقی که میفته، روم تضمین میکنه که این کوئری های ما توی بک‌گراند ترید حتما اجرا میشن، اما اینکه کجا ابزرو بشن، اگر با لایو دیتا، ما از لایو دیتا استفاده کنیم، لایو دیتا به صورت خودکار توی مین ترید ابزرو میکنه، اما اگر از آریکس استفاده بکنیم، هر جا که ما ابزروانگ بکنیم اون فلویبلمون ابزرو میشه. مورد بعدی ترانزکشن است. روم به صورت دیفالت هر کدوم از این کوئری های ما رو، مثلا اینسرت، آپدیت، دیلیت یا کوئری هایی که این پایین میزنیم رو توی یه ترانزکشن انجام میده. اما چه اتفاقی میفته وقتی ما بخوایم مثلا چند تا از این کوئری ها رو توی یه ترانزکشن انجام بدیم؟ برای اینکه این کار رو انجام بدیم، میایم داومون رو تبدیل میکنیم به یه ابسترکت کلاس و یه متدی که بادی داره رو انجام میدیم و با add transaction annotateش میکنیم. این باعث میشه که ما هر چی که داخل این متد انجام، هر کاری که داخل این متد انجام بدیم توی یه ترانزکشن انجام بشه. حالا چه موقعی به کار میاد؟ اگر با ترانزکشن آشنا باشید، هر ترانزکشن این تضمین رو میده که اگر کامل انجام شد که انجام شده، تمام شده، اما اگر کامل انجام نشد اطلاعات از دست نمیره و رول بک میشه. مثلا فرض کنیم ما می‌خوایم یه سری پروداکت‌ها رو ریپلیس کنیم، می‌خوایم اینا ریپلیس بشن، نمی‌خوایم اگر که مثلا اطلاعات جدید اومد، اطلاعات قبلی رو ما پاک کردیم و حالا هر اتفاقی این وسط افتاد، مثلا گوشی خاموش شد، این اطلاعات جدید مثلا دیتابیس خالی نمونه، می‌خوایم حتما اینا ریپلیس بشن. یعنی اگر که مثلا اطلاعات بیاد، اطلاعات قبلی پاک بشه و گوشی خاموش بشه دیگه این و اطلاعات جدید اینسرت نشه، دیگه اون اطلاعات قبلی دوباره برمیگرده، چون این ترانزکشن ما کالبک این ترانزکشن ما تموم نشده و برای همین رول بک میشه و اطلاعات قبلی ما برمیگرده، از بین نمیره. اینطوری میتونیم توی یه ترانزکشن چند تا کارو انجام بدیم. اما یه روش دیگه هم وجود داره، این که از خود اینستنس روم یه متدی هست به نام run in transaction، از اون استفاده کنیم که اون یه new run able میگیره که تو اون new run able هرچی رو اجرا بکنیم توی یه transaction انجام میشه. مورد بعدی دیتابیسه. دیتابیس ها رو چون که اینستنس گرفتن از روم یه کار هزینه بریه، ما معمولا سینگلتون اینستنس میگیریم از روم، تا معمولا هم نیاز نمیشه دیگه که مثلا بیشتر از چند بار از روم اینستنس بگیریم از دیتابیسمون، یه بار اینستنس میگیریم و اونو استفاده میکنیم، که حالا میتونیم با دگر این کارو بکنیم یا با سینگلتون پتر. که اینجا حالا این خود کلاس دیتابیسمونه که باید از روم دیتابیس اکستنس بشه و ابسترکت باشه. و نکته بعد این که با اد دیتابیس مشخصش میکنیم و حالا دو تا پارامتر میگیره ازمون این اد انوتیشن دیتابیس، یکی انتیتیزه که همون تیبل های ما هن، هر چند تا تیبل داشته باشیم که اینجا الان من یه دونه دارم، اونجا تیبل ها رو میذاریم. و دومی مقداری که میگیره ورژن دیتابیسمونه که برای آپدیت ها ازش استفاده میکنیم. و بعد خب یه پترن سینگلتونیه، برای اینکه اینستنس بگیریم از روم دات دیتابیس بیلدر استفاده میکنیم، که این دیتابیس بیلدر یه کانتکست میگیره، کلاس دیتابیسمون رو میگیره و اسم دیتابیس رو، و دیتابیس رو برای ما بیلد میکنه. حالا چیزی دیگه‌ای که باید داخل این کلاس حتما تعریف کنیم
تا بهش دسترسی داشته باشیم داوامونه. همه داوامونو حالا هر چند تا تیبل داشته باشیم به همون تعداد دیتا اکسس آبجکت هم داریم و بعد دیتا اکسس آبجکت هامونو مشخص بکنیم تا از طریق دیتابیسمون بهش دسترسی داشته باشیم و بتونیم استفاده بکنیم. حالا چجوری از دیتابیس استفاده میکنیم؟ حالا اینستنسش رو که از همون کلاس استور دیتابیسمون گت اینستنس میکنیم، یه کانتکست بهش میدیم، یه اینستنس به ما برمیگردونه. حالا مثلا ما میخوایم اینسرت بکنیم یه پروداکتی رو، از پروداکت داوایی که داخل اون کلاس استور دیتابیس داشتیم اینسرت پروداکت رو صدا میزنیم و یه پروداکت میدیم و اون پروداکت اینسرت میشه داخل دیتابیس ما. حالا چه جوری بگیریم؟ اون هم با استفاده از اون داوایی که نوشته بودیم، مثلا db.product.getAllProducts لیست کل پروداکت هایی که توی دیتابیس من اینسرت شده رو میده. اما نکته ای که هست، ما راجع به سینکرونس و ایسینکرونس داوا صحبت کردیم. اینها سینکرونس هستن و توی هر تردی که شما اجراشون بکنین اجرا میشن، نه لزومن توی بک‌گراند. برای همین ما بعد اینا رو توی بک‌گراند ترد اجرا بکنیم و رومی اجازه رو نمیده که ما توی مین ترد کوئری هامونو بزنیم و برنامه کرش میکنه. دلیلش هم این هستش که خب کار کردن با دیتابیس ممکنه زمان برتر از آپدیت شدن یو آی باشه و این تجربه خوبی برای کاربر ایجاد نمیکنه. حالا چه اتفاقی میفته ما وقتی بخوایم فلوئبل بگیریم؟ از آریکس جاوا میخوایم استفاده کنیم و یه فلوئبل بگیریم. اون داوای گت پروداکت بای آی دی مون که تعریف کرده بودیم، یه دونه لایو دیتا بر یه دونه فلوئبل برمیگردون به ما که سابسکرایبش میکنیم توی آی او و بعد ابزروش میکنیم توی مین ترد. متد آن نکست و آن ارورش رو اینجا ایمپلیمنت کردیم که پروداکت برمیگردونه و اگر که درست انجام نشه اکسپشن ترو میکنه که حالا توی اون سابسکرایب هر کاری که قرار باشه با اون پروداکتمون انجام بدیم انجام میدیم. و حتما باید یادمون باشه که توی آن استاپ دیسپوز کنیم دیسپوزبلمون رو تا بعداً مموری لیک نداشته باشیم. حالا اگر بخوام از لایو دیتا استفاده بکنیم، باز یه دونه گت پروداکت بای آی دی داشتیم که این لایو دیتا برمیگردون توی مثالی که زده بودیم که موقع ابزرو کردن یه کانتکست میگیره و پروداکت رو برمیگردونه. اتفاقی که میفته بخوایم لایو دیتا رو با فلوئبل مقایسه بکنیم، فلوئبل به دیتابیس از دیتابیس وقتی ابزرو سابسکرایب میکنیم کوئری رو اجرا میکنه و اگر مثلا اون آیدی که میخوایم نباشه اطلاعی رو نمیفرسته، یعنی هیچی اجرا نمیشه، هیچ وارد اون سابسکرایب اصلا نمیشیم، توی آن نکست نمیشیم اصلا. اگر که باشه مقداری میفرسته و اگر تغییرم بکنه تا موقعی که سابسکرایب کردیم هی این اطلاعات رو برای ما میفرسته. حالا موقعی که از لایو دیتا استفاده میکنیم باید مراقب باشیم که اگر مقداری نباشه، مثلا ما آیدی پروداکت با آیدی 10 رو میخواستیم، آیدی 10 اصلا وجود نداره، لایو دیتا نال برمیگردونه و باید حتما چک کنیم که نال نباشه و هر موقع هم که آپدیت بشه باز اطلاعات جدید برای ما میفرسته. نکته دیگه که داره این که لایو دیتا نیاز به دیسپوز کردن نداره چون که لایف سایکل اویر هست و خودش این کارها رو انجام میده. حالا برای این که نخواهیم مثلا نالو هر دفعه چک بکنیم، میتونیم یه لیستی از پروداکت ها برگردونیم که اون موقع لیست دیگه نال نیست هیچ وقت، اون موقع یه لیست خالی به ما برمیگردونیم. کاری که روم کرده حالا توی کل این آرکیتکچر کامپوننت تست کردن رو خیلی برای ما راحت کرده. ما مثلا الان اگه بخوایم دیتابیس رو تست بکنیم، داوامون رو تست بکنیم، از
اندروجین یونیت 4 استفاده میکنیم، اینسترومنتیشن تسته، ولی مثل تست های UI زمانبر نیستش. یعنی چون اکتیویتی رو اصلا لانچ نمیکنه خیلی سریع انجام میشه. که خب یه دیتابیس رو داو میسازیم و یه دونه من پروداکتون بالا ساختم که برای تست ازش استفاده بکنم. توی بیفور و افتر، یعنی قبل از هر تست و بعد از هر تستمون، یه سری کارا رو باید انجام بدیم. قبل از تستمون بیفور داخل اینیت دی بی میایم چیکار میکنیم؟ میایم یه دیتابیسمون رو میخوایم اینیشیالایز کنیم تا تو تست ازش استفاده بکنیم. روم یه این مموری دیتابیس بیلدر بر ما قرار داده، دقیقا مثل همون دیتابیس بیلدریه که ازش استفاده کردیم، اما این توی مموری این دیتابیس رو میسازه و این تضمین رو میده که بعد از هر تست دیگه لازم نباشه که ما خودمون بریم اطلاعات مربوط به دیتابیس رو پاک بکنیم، خودش این اطلاعات رو پاک میکنه برام. کانتکست میگیره، اسم کلاس دیتابیسمون رو میگیره و بیلد میکنه و از اون اینستنس دیتابیسمون من پروداکت داو رو گرفتم. و کاری که بعد حتما انجام بدیم، بعد از هر تست بعد دیتابیسمون رو ببندیم. حالا تستامون چی جوری میشن؟ اینجا من یه دونه اینسرت میخوام انجام بدم و بعدش میخوام ببینم که اینسرت هم درست بوده یا نه. با استفاده از اون داوی که داشتم، یه پروداکت رو، هم پروداکت که اول تعریف کردم رو اینسرت میکنم، بعد پروداکت هم رو دوباره توی قسمت دوم با استفاده از اون آیدیش میگیرم دوباره و بعد اینا رو چک میکنم که آیدی اونی که اینسرت کردم و اونی که دوباره از دیتابیس گرفتم برابره و نیماشون هم همینطور. حالا اگر بخوایم لایو دیتا و فلویبلمون رو تست بکنیم، از اینستنس تسک اگزیکیوتور رول استفاده میکنیم که این یه روله که میاد اینستنت خودش رو جایگزین اگزیکیوتور چیز میکنه، اگزیکیوتوری که داره اجرا میکنه کوئریامونو میکنه و این تضمین میده که اطلاعات فوراً برگرده به تست ما. که باز حالا من اومدم اینسرت کردم، بعد لایو دیتا گرفتم اطلاعاتی که میخواستم و بعد یه هلپر استفاده کردم که ولیو اون لایو دیتا رو بگیرم و بعدش هم چک کردم که ببینم درست انجام شده یا نه. و اینم تست با آیکس جاواست که باز همون کار قبلی انجام دادیم و بعد تست کردیم که نیمی که قبلا بوده با نیمی که از دیتابیس گرفتیم برابره یا نه و آیدیشون. توی انتیتی پروداکت که من تعریف کردم یه دونه فیلد داشتم به نام بیت مپ، یه پیکچر بود به نام پیکچر با نوع بیت مپ. همونجوری که میدونین ما کلا 5 تا نوع داده رو بیشتر نمیتونیم توی اسکیولایت ذخیره بکنیم، یکیش نال، یکیش اینتیجر، تکس، بعد بلاب و ریل که واسه ذخیره کردن دابل و فلوت استفاده میکنه. بیت مپ جزو اینا نیست، یا مثلا اگر دیت رو بخوایم ذخیره بکنیم دیت هم باز جزو اینا نیست. برای اینکه بیت مپ رو ذخیره بخوایم بکنیم، ما مطمئنا نمیخوایم هر دفعه بیایم بیت مپمون رو تبدیل کنیم به بایت اری توی بلاب توی یه فیلدی با نوع بلاب ذخیرهش بکنیم و بعد دوباره که خواستیم بگیریم بایت اری بگیریم دوباره اون رو تبدیل کنیم به بیت مپ. اینجا میایم از کانورتر استفاده میکنیم که یه کلاسی تعریف میکنیم، کلاسی که من تعریف کردم بیت مپ کانورتره. یه متد داره که بیت مپ رو تبدیل میکنه به بایت اری و یه متد داره که بایت اری رو تبدیل میکنه به بیت مپ. و برای اینکه اینو به روم بشناسونی، بالای کلاس دیتابیسمون یعنی تایپ کانورترز میذاریم و اون کلاسمون رو میدیم. حالا اگر چند تا کلاس داشته باشیم، چند تا تایپ کانورتر داشته باشیم، چند تا یعنی یه لیستی از تایپ کانورتر رو بهش میدیم. و اگر یادتون باشه فیل پیکچری که من گذاشته بودم با ات ایگنور مشخصش کرده بودم که ذخیره نشه توی دیتابیس، الان ات ایگنور رو برداشتم میخوام ذخیره بشه و تو
کالام نیمفو بهش گفتم که اینو حتما از نوع بلاب برام ذخیره بکنه، اون تایپ افینیتی رو که گذاشتم بهش میگم که این از نوع بلابه.